مجتمع تربیتی آموزشی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مفتاح پورتال.ir شرح حکمت‌های نهج البلاغه استاد حجت الاسلام و المسلمین نظافت حکمت 96 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان اولى الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاءوا به ثم تلا ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا ثم قال ان ولي محمد من اطاع الله اللهم صل على محمد وان بعدت لهمته و این عدو و محمد من عصى الله صلوات بفرستیم اللهم صل على محمد و این قربت قرابته. خب چند تا لغت داره این حکمت. اولا اولا ناس یعنی سزاوارترین مردم، اولا یعنی کسی که بیشتر از دیگران رابطه ولایتی دارد، جا او به یعنی آوردند، تلا تلاوت کرد، اتبع او پیروی کردند، ولی یعنی کسی که رابطه ولایتی داره با پیامبر، یاور پیامبره، پیرو پیامبره، دوست پیامبره، اینا معانی مختلف ولیه. لهمه به معنی پیوند نسبیه، نزدیکی، خویشاوندی. ترجمهش اینه که سزاوارترین آدم ها به انبیا کسانی هستند که علم بیشتری به آورده های انبیا دارن، به آیین انبیا دارن. بعد حضرت این آیه رو خون، ان اولى الناس به ابراهیم للذین اتبعوه، سزاوارترین آدم ها به حضرت ابراهیم کسانی هستند که پیروی از ابراهیم کردند و این پیامبر اسلام و مؤمنین از همه نزدیکتر به ابراهیم هستند. بعد حضرت فرمود که دوست پیامبر، ولی پیامبر کسیه که از خدا اطاعت کنه، گرچه لحمه او، گوشت او، نسب او دور باشد. دشمن پیامبر کیه؟ کسی که خدا رو معصیت کنه گرچه رابطه خویشاوندی داشته باشد. خب چند تا نکته. یک، چه کسی رابطه ولایتی بیشتری با پیامبران دارد؟ چه کسی از همه به پیامبران نزدیکتره؟ چه کسی شایسته تره به عرشبت علم اونها و معنویت اونها هست نزدیکتره؟ جواب اینه که کسی که رابطه اولا ولایت از آن خداست، اینو دقت بکنید. بعد پیامبر چون از دیگران به خدا نزدیکتره، پیامبر هم میشود ولی. اول میگیم خدا ولیه، بعد میگیم پیامبر ولیه، بعد میگیم امیرالمؤمنین ولی هست، درست؟ حالا پیامبران از همه عارفتر، از همه عاملتر، از همه مطیعتر میشن ولی. توی انسان ها کی از همه عارفتره؟ کی از همه عاملتره؟ او از همه اولاست، او رابطه ولایتیش بیشتره، مستحکمتره. یعنی رابطه ولایتی با پیامبر دو چیز میخواهد: یک، علم به آورده انبیا، دو، پیروی کردن. حالا هر کی علمش بیشتر و پیرویش بیشتر، او میشود اولى الناس. لذا حضرت آیه خوندن اولى الناس به ابراهیم کیه؟ چون سر حضرت ابراهیم توی ادیان دعوایه. یهودی ها میگن ابراهیم مال مایه، مسیحی ها میگن ابراهیم مال مایه، مسلمان ها میگن مال مایه، همه میگن ما ابراهیمی هستیم. قرآن میگه ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. اینجا میفهمد نزدیکترین آدم ها به حضرت ابراهیم کسانی هستند که پیروی کردن و پیامبر اسلام مؤمنین همه نزدیکتر هستند. ببینید پیروی هم علم میخواد، هر که علمش بیشتر به آیین پیامبران و پیروی او
و اطاعت او بیشتر، او نزدیکتر. در قرآن داریم حضرت ابراهیم فرمود و من تبعنی فانه منی، هر کس از من پیروی کنه او از منه، یعنی یکی میشه. پیروی از پیامبر انسان رو با اون پیامبر یکی میکنه، جزو اونا میکنه. بعد فرمود و من عصانی، هر کس به حرف من پیامبر نکنه خدا خودش میدونه ببخشه، فانه خدا غفوره، فانک غفور رحیم. این پیروی کردن خیلی مهم است. حالا یک کسی پیروی میکند ولی از نسل پیامبر نیست، قوم خویش پیامبر نیست، رابطه خونی با پیامبر نداره، مثل سلمان فارسیه، خیلی دور رابطه خویشاوندیش با پیامبر. تا چجوری پیدا بکنیم یک پدر بزرگ مشترک، حتما باید بگیم آدم و حوا پدر مشترک اینا هستن. سلمان کجا و پیامبر کجا؟ ولی پیامبر برای سلمان فارسی فرمود سلمان منا اهل البیت، یعنی برای اینکه یک کسی رابطه ولایتی داشته باشد، نزدیکتر باشد، ملاک سنخیت روحی است، قرب معنوی است، نه نسبت‌های خونی، نه نسبت. سنخیت چجوری به دست میاد؟ قرب به پیامبر چجوری به دست میاد؟ از طریق عمل. ما نمونه‌هایی رو داریم که در دین ما نسبت‌های خونی و قرابت و خویشاوندی نفی شده، یعنی گفته شده این نسبت‌ها، نسبت‌های مکانی و فیزیکی، اینها معیار نیست، معیار خود اون ارزش است. حالا من چند آیه در این مورد بخونم. یکیش همون آیه معروف که فرمود انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. کی خدا کی رو بیشتر از همه تحویل میگیره؟ کسی که از همه با تقوا تره. معیار تقواست. بلال حبشی سیاه‌پوست محترم است، فقیر، مستضعف، غریب، سیاه‌پوست محترم میشه مؤذن پیامبر. و ابولهب و ابوجهل که از سران قریشان محترم نیستن، چون ارزش‌ها رو زیر پا میذارن. معیار تقواست. بچه حضرت نوح رو خداوند وقتی میخواست عذاب نازل بشه به حضرت نوح فرمود که ما اهلت رو نجات میدیم، ها؟ نگران نباش، کشتی بساز، هر کی سوار کشتی بشود، اهلت رو سوار کشتی کن. اون وقت حضرت نوح کشتی رو ساخت. بعد از مدت ها و خلاصه وقتی عذاب نازل شد، از باران آب میامد، از زمین آب میجوشید، دیگه کشتی میخواست را بیفته، یه وقت نوح دید بچهش سوار نشده. کان فی معزل، گفت بابا سوار شو، غرق میشی ها. گفت نه، من به کوه پناه میبرم، غرق نمیشم. خلاصه در حین گفتگوی نوح با بچهش، بالاخره قرآن نقل میکنه که این بچه غرق شد. موجی آمد بین این پدر و پسر، فاصله انداخت. خب به پدر سخت میذاره بچهش بره جهنم. حضرت نوح یک اشکال، نباید بگم، یه جملاتی رو گفت که بوی اشکال میداد، بوی اشکال میداد. گفت یا رب ان ابنی من اهلی، بچه من که اهل منه، وعده تو هم که حقه، تو گفتی اهلت نجات پیدا میکنه، خلاصه چی شد؟ خدای متعال فرمود انه لیس من اهلک، بچه تو اهل تو نیست، چون گوشت و خونش از تویه، ولی از نظر روحی با تو سنخیت نداره، این فاسد بود. انه عمل غیر صالح. بعدم نور خدا موعظه کرد که دیگه اینجوری حرف نزنی ها. اینی اعزو که ان تسأل نیما لیس لک به علم، انچی سوالایی بکنی که بوی اشکال بده. گفت نه خدایا به تو پناه میبرم که ما همچی حرفایی بزنیم، نه باشه، اب نداره. حضرت نور هم دیگه سریع انگار توبه کرد و گفت اصلا نیت من اشکال نبوده دیگه. منظورم اینه که این بچه نو به همچین زن نو، اصلا خدای متعال در سوره تحریم 4 تا زن رو نام میبره، 2 تاش میشه نمونه ایمان، 2 تاش میشه نمونه کفر. اون 4 تا زنی که 2 تاش نمونه کفره، 2 تاش زن پیامبران اتفاقا، زن نوح و زن لوط، اینا رو خدا میگه نمونه کفر. ضرب الله مثلا للذین کفروا. اون 2 تا زنی که نمونه ایمان مطرح میشه، یکیش زن فرعونه، آسیه،
به این حرفا نیست که بگیم کی زن کیه. زن فلان مسئول اینجوریه، خب باش. زن فلان آیت الله و فلان مسئول که از زن پیامبران که بالاتر نیست. یه کسی شوهرش بده، خب شوهرش بده، خودش خوبه. این آسیه شد زن نمونه. از این نمونه ها در قرآن زیاد داریم. تو نهج البلاغه داریم هر کس عملش او را کند بکند، نسبتش نسبش به او سرعت نمیدهد. گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. در سوره احزاب داریم خدا به زنای پیامبر میگه، تهدید میکنه. چند تا خدا با زنای پیامبر تند حرف زده، یکیش اینه: ای زنان پیامبر، هر کس از شما فاحشه ای انجام بدهد عذابش دو برابر میشود. چون زن پیامبری بهت بیشتر سخت میگیرن. از اون طرف هر کس از شما مطیع خدا و رسول باشد، عمل صالح انجام بدهد، اجر دو برابر به او میدهیم. بعد میگه ای زنای پیامبر، شما مثل بقیه زنا نیستید، شما فرق میکنید. این هیچ امتیازی ندارد. مسئولیت زن پیامبر بودن مسئولیت سنگینی است. البته چون این مسئولیت سنگین رو پذیرفته، حالا بسیار ثوابش هم میشه دو برابر. رفاهش کمتر، سختیاش بیشتر، ثوابش دو برابر. یک کسی بود به نام شقرانی، یا در بعضی از روایات داریم شقران. این با امام صادق علیه السلام مرتبط بود، دوست داشت امام صادق، ولی خب خلافایی هم میکرد دیگه. یه وقت امام صادق شراب میخورد، یه وقت امام صادق علیه السلام دیدنش، گفتن یا شقران، ان الحسن من کل احد حسن، خوبی از هر کس خوبه، از تو بهتره، چون تو به ما مربوطی. زشتی از هر کس زشته، از تو زشتره، چون تو به ما مربوطی. مایی که اومدیم نهج البلاغه رو محور گفتگوی خودمون قرار دادیم، حواسمون خیلی باید جمع باشد. در روایت داریم راوی میگه که در خراسان با امام رضا علیه السلام نشسته بودیم، زید ابن موسی برادر امام رضا علیه السلام حاضر بود. او یک گروهی رو دور خودش جمع کرده بود و ای افتخار میکرد، میگفت ما اهل البیت چنینیم، ما چنانیم. آقا امام رضا هم داشتن به یک گروه دیگه حرف میزدن، با یک گروه دیگری با جواب اونا رو میدادن. یه وقت شنید که زید برادرشون داره اینجوری میگه، حضرت نگاه بهش کردن، گفتن یا زید، اغرک قول و ناقل الکوفه، این که از کوفه تو شنیدی که اونا گفتن فاطمه کسیه که پاک دامن است، سلام الله علیها، خدا حرام کرده است آتش جهنم رو بر ذریه‌اش، این سخن تو رو فریب داد؟ فرمود که این حرفی که گفتن آتش جهنم بر ذریه فاطمه حرام است، مال حسن و حسینه، مال زینب و ام کلثوم است. و حالا بچه امام کاظمی، این دلیل نمیشه که این چنین مغرور بشوی. بعد از امام کاظم نقل کرد، فرمود موسی بن جعفر خدا رو اطاعت میکرد، روزها روزه میگرفت، شبا نماز شب میخوند. تو گناه میکنی، میخوای روز قیامت با امام کاظم یکی باشی؟ بعد فرمود علی ابن الحسین، یعنی امام سجاد، میفرمود خوب ما اهل البیت از ذریه پیامبر دو تا اجر داره، ها، کفلان من الاجر لمسیئنا، کسی که گناه میکنه دو برابر عذاب دارد. یعنی اصلا پارتی بازی نداریم آقا، این چنین نیست. حالا برای شما ممکنه یک سوال پیش بیاد، چرا میگن اهل البیت؟ این اهل البیت میگن به خاطر اون ارزش هاست، یعنی اون ارزش معیار اصلیه. البته امام که بیشترین ارزش ها را دارد، چون بایستی قابلیت های بالایی داشته باشه، باید حتما پدرش امام باشد، مادرش پاک پاک باشد، ارحام مطهره، اصلاب شامخه، اون جنبه دیگری دارد. اما معیار این نیست که بابای یک کسی اینجوریه، باباش خوبه، مادرش خوبه، هر که باباش خوبه، مادرش خوبه، بره بهش، اینجوری نیست. معیار خود یک فرده، ارزش هایی که در وجودش هست، معیار اینه. حالا ممکنه یک عرشبت سوال پیش بیاد که احترام به سادات چه می شود؟
خب ما برای سادات خیلی روایت داریم و چقدر احترام به سادات انسان را ترفیع درجه میدهد. حواستون باشه ها، سید اگر در محلتون هست، اگر تو دوستاتون هست، اگر تو اقوامتون هست، احترام بگذارید. این برای شما درجات ارتقای معنوی می آورد. این برای مغرور کردن سید ها نیست، این دستور احترام به سادات. یعنی اگر کسی سیده باید بگه مسئولیت من سنگین تره. متوجه؟ خب ما بنده که سید نیستم باید به سادات احترام بذارم. چرا؟ چون این نشان صداقت و اخلاص من است. اگه احترام بذارم، من خدا رو میگم دوست دارم، به عشق خدا پیامبر رو دوست دارم، به عشق پیامبر امیرالمومنین دوست دارم، به عشق خدا امام زمان دوست دارم، درست؟ اگر این محبت صادقانه باشد، حتی به عشق خدا این ذریع امام رضا ارزشمند میشه. آهن که ارزش نداره، چون منتسب به اوست، چون بوی او رو میده. این درب چوبی ارزشمند میشود، این لباسی که منسوب است ارزشمند میشود. اصحاب نمیذاشتن آب وضوی پیامبر به زمین بریزه، آب رو به عنوان تبرک برمیداشتن. این چرا؟ به خاطر این انتساب هاست، این نشان اون معرفت و عشقه. حالا میگن آقا این انسان از جز بچه ها نسل فاطمه به حساب میاد. جدی میگی؟ هر چه انسان حضرت زهرا رو بیشتر دوست داره، این بچه هم که بعد از عرض شود 1400 سال جز بچه ها به حساب میاد، براش ارزشمنده. این یک تو نظام ارزشگذاری اسلامه، نظام توحیدی و نظام اخلاص است. یعنی نشان فضیلت احترام گذارنده است، معیار حقانیت نیست. دقت میکنید اون معیار اساسی چیه؟ معیار اساسی ارزش هاست. لذا اگر یک سیدی بود گناه میکرد، میگیم بابا تو دیگه چرا؟ نمیگیم پس اب نداره دیگه، حالا تو میری بهش، خوش به حالت، هر چم دلت میخواد گناه کنه. اصلا اینجوری نیست. آخرین نکته ای که از این عرض شود، لذا قرآن میگه زنای پیامبر احترام دارن، با اینکه خودش زنای پیامبر انقدر سرزنش میکنه، ولی میگه احترام دارن. یعنی مؤمن نباید حرمت زن پیامبر را بشکند. اینکه بعضی از شیعیان تندرو پیدا میشن حرمت شکنی میکنن نسبت به بعضی از زنای پیامبر، این غیر قرآنی رفتار میکنن، غیر اسلامی رفتار میکنن. این یکی از زنای پیامبر عایشه دیگه، درست شد؟ خب عایشه مطابق نقل‌های معتبر تاریخی که دیگه فراوان هم هست این نقلش، جنگ جمل را انداخت و جز سردمداران جنگ جمل بود و به آیه قرآن عمل نکرد که خدا به زنای پیامبر میگه شما تو خونه باشید، قرنفی بوی و تکن نه، درست شد؟ بعد تو جنگ جمل بالاخره امیرالمومنین پیروز شد، طلحه کشته شد، زبیر کشته شد. عایشه رو امیرالمومنین دستور داد ببرنش مدینه، هیچ جریمه و مؤاخذه ای عایشه رو نکرد. فرمود لها حرمتها الاولى، این تو نهج البلاغه است. اون احترام روز اولش عایشه هنوز دارد، حسابش هم خدا به حسابش میرسه. اینش بعد شیعیان تند رو پیدا میشن، توی مجالس عمومی توهین میکنن، وحدت شکنی میکنن، سبب خونریزی و اختلاف میشن. اینا غیر سیره امیرالمومنین به غیر قرآنی رفتار میکنن. آ زن پیامبر احترام داره، البته زنای پیامبر در یک رتبه نبودن. خدیجه کجا و بقیه زنها کجا؟ زنهای پیامبر بعضی را خدای متعال گله های شدیدی ازشون کرده. الان ما چیکار کنیم؟ ما توهین کنیم؟ نه، ما توهین نمی کنیم. زن پیامبر احترام داره، سید احترام داره، گناه کرده، خدا به گناهش برسه. ما البته نهی از منکر میکنیم، میگیم گناه نکن. ببینید این تو نظام ارزشگذاری اسلامیست. آخرین مطلب اینه که ولایت، اگر کسی میگه من با پیامبر رابطه ولایتی دارم، این ملاک ولایت به ادعا نیست. اهل سنت اینا میگن ما سنی هستیم. سنی هستیم یعنی چی؟ یعنی میگن ما به سنت پیامبر عمل میکنیم. خب این به ادعا که نیست. ما بگیم ما شیعه هستیم، ما به پیروی علی هستیم، خب به ادعا که نیست، به عمل است. حالا کی میتونه ادعا بکنه؟ کسی که نزدیکتر به پیامبره میتونه ادعا بکنه سنیه. سنی واقعی علیست.
سنی واقعی امام حسن است، امام حسین است، امام صادق است، چون اینا از همه بیشتر به پیامبر نزدیکن و میدونن سنت یعنی چی. آخه کسی که دوره نمیدونه سنت یعنی چی چطور نمیتونه بگه من سنیم؟ شیعه واقعی کیه؟ شیعه واقعی هم امام حسن و امام حسین و امام صادقه. این روایت داره میگه به ادعا نمیشود که یک کسی بگه ما چنین هستیم و چنان هستیم. این حکمت خدای متعال میخواد بفرماید که رابطه ولایتی با پیامبر از طریق اطاعت از خدا فراهم میشود. هرچه اطاعت و تبعیت از خدا بیشتر، نزدیکی به پیامبر و سنخیت با پیامبر بیشتر، و کسی که معصیت میکند خدا را در حقیقت دشمن پیامبره، چون پیامبر دوست خدا، ولی خداست و عشقش و مأموریتش ترویج اطاعت و بندگی خداست. عرض کردیم حضرت ابراهیم گفت من تبعنی فانه منی، هر کس از من پیروی میکنه از منه. به گوشت و خون و رابطه نسبی و سببی، سببی یعنی همون ازدواج، به این چیزا نیست، بلکه به اطاعت و بندگی خداست. خب به همین دلیل امیرالمومنین علی علیه السلام چند جای دیگه توی نهج البلاغه به این مطلب استناد کردن برای حقانیت خودشون. مثلا در نامه 28 نهج البلاغه که به معاویه نامه نوشتن، حضرت به دو آیه استدلال کردن برای حقانیت. یکی آیه اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، خداوند میگه خیشاوندان اولویت دارن بر دیگران، اولا هستن. مثلا تو قانون ارث اینجوریه، مادامی که فرزندان باشند برادران میت ارثی نمیبرند. خب امیرالمومنین به این آیه استدلال میکنه، میگه نحن مرتن اولا بالقرابه، یعنی اگر قراره که کی خلیفه بشود، اگر قراره از باب ارث باشد، خب ما که نزدیکتریم، ما اولا هستیم. بعد یه آیه، همین آیهی که تو این حکمت بحث شده اونم خوند حضرت، اون آیه اینه ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه. قرآن میگه کیا به ابراهیم نزدیکترن؟ کسانی که از ابراهیم پیروی کردن. لذا فرمود و تارتن اولا به طاعه، ما از یک راه دیگه هم اولویت داریم، شایسته تریم برای خلافت. چرا؟ چون ما اطاعت کرده ایم، از باب اطاعت. یا مثلا تو خطبه دو داریم فرمود و لهم خصائص و حق الولایه و فیهم الوصیه و الوراثه، یعنی برای اهل البیت سه تا ویژگی هست. یک، خصائص و حق الولایه دارن، یعنی ولایت یک حقی است که هر کس اون ویژگی ها را داشته باشد این حق مال اویه. فرمود اهل البیت اون ویژگی های ولی خدا را بودن رو، خلیفه خدا را بودن رو دارن. بعد فرمود فیهم الوصیه، سفارش پیامبرم به همین هاست، پیامبر به امیرالمومنین سفارش کرد. والوراثه، ارث پیامبرم دست همین هاست. یعنی شما از چه رایی میخواین اثبات بکنین خلافت را؟ میگین کسی که معیار داره اینا معیار دارن، میگین ارثیه، خب اینا از همه نزدیکترن، اینا ارث میبرن. میگین ببینیم پیامبر به کی سفارش کرده، خب پیامبر به اینا سفارش کرده. از هر رایی که وارد بشین همونه. حالا اونایی که دوست دارن تحقیق بکنن به خطبه 190، به حکمت 190 مراجعه کنن، در رابطه با این نکته داره. خب بعد گفتیم که حالا پس این روایت داره میگه احترام به سادات از یه باب دیگری است. از چه باب؟ از باب از شود این که معیار و محکی برای صداقت ما. ما از کجا میفهمیم خدا رو دوست داریم؟ میگیم پیامبر رو دوست داریم. از کجا منو پیامبر رو دوست داریم؟
نسل او رو، اولاد او رو احترام میگذاریم. نه تنها اولاد او رو احترام میذاریم، هر چیزی که منتسب اویه به هر نحوی احترام پیدا میکند. لذا زنای پیامبر امهات المؤمنینن. این معیار حقانیت نیست، اون کسی که بهش احترام گذاشتیم نه اینکه اون حق است، از این طریق حق و باطل تشخیص داده نمی شود که بگیم مثلا فرض بسام این چون از نسل پیامبره این حقه و گناهش هم حقه، حرفای اشتباهش هم حقه. نه، این فضیلتیه برای ما که ما داریم از این طریق رشد می کنیم. عشق ورزی ما با پیامبر چگونه است؟ از طریق همین احترام هاست. یعنی در حقیقت ما داریم عشقمون رو به رسول خدا نشان میدیم. بعد بعضی ها سوال کردن که توی عوام هست که یه جایی هست به نام زمحریر و سادات رو اونجا میبرن. زمحریر این جایی که خیلی سرده و دیگه تو جهنم نمیسوزن. من از چه نگاه کردم سندی در رابطه با این حرف ندیدم. زمحریر فقط یک بار تو قرآن به کار رفته. واژه زمحریر سوره انسان آیه 13، لا یرون فیها شمسا ولا زمحریرا. تو بهشت نه خورشید نه زمحریره. وقت زمحریر یعنی سرمای شدید. زمحر به شدت سرما میگن. وقت در حدیث اومده تو جهنم یه نقطه وجود داره که از شدت سرما اعضای بدن ازش متلاشی میشه. یعنی اگه کسی هم خیلی گرم میشه بره تو زمحریر. نه اینکه بگیم یه جای ویژه ساداته، نه، فرقی نمی کنه. گناه گناه هست، سید و غیر سید نداره. و اون روز هم براتون روایت خوندم که برادر امام رضا داشت افتخار میکرد به اینکه ما چنین و ما چنانی. امام رضا علیه السلام فرمود که خب امام کاظم علیه السلام این همه روزه گرفتن، این همه گریه کردن، این نماز شب خوندن، این همه خوبی داشتن، نمیشه که با تو مساوی باشن. اینجوری نیستش.